معترضین ابتدا از مقابل کاخ سفید شروع کردند و تظاهرات سپس به مقابل سفارت ترکیه کشیده شد که مردانی در لباس سیاه به آنها حمله کردند. تظاهرات علیه حکومت استبدادی و سرکوب کردهای ترکیه، فعالان حقوق بشر، ژورنالیست‌ها و مخالفان رجب طیب اردوغان صورت گرفت. سید رضا یک اقلیت کرد متولد ترکیه و شهروند آمریکا از جمله کسانی بود که در درگیری سه‌شنبه زخمی شد. او به صدای آمریکا گفت محافظان اردوغان او را به زمین پرتاب کرده و به سرش لگد زدند. این قابل قبول نیست. آنها به عنوان مأمور حفاظت به اینجا میان که از اردوغان حفاظت کنند، نه اینکه به مردم، به شهروندان و مأمور پلیس آمریکا حمله کنند. اونا این کارا رو کردن. به گفته شاهدان، زنان و کودکان هم در امان نبودند. یکی به اونا دستور داد و اونا به ما حمله کردن. ما افراد مسن همراه داشتیم. زن و بچه با ما بودن. ولی اونا اهمیت ندادن. من یه دختر بچه رو دیدم که روی زمین افتاده بود. من سرم ورم کرده. زانوم هم همینطور. من رو زمین پرت شدم و اونا با لگد به ما حمله کردن. 3-4 تا مرد لگد می زدن. قربانیان خواهان عدالت هستند. حتی پلیس واشنگتن هم که سعی کرد خشونت را متوقف کند مورد حمله قرار گرفت. پیتر نشام رئیس پلیس پایتخت گفت تمام حادثه فیلمبرداری و ضبط شده و مهاجمان تحت تعقیب قرار خواهند گرفت تا مجازات شوند. مهمتر از همه این که این چیزیست که ما در واشنگتن تعامل نمی کنیم. این شهریست که به مردم اجازه تظاهرات صلح‌آمیز داده میشه. یک فیلم ویدیویی صدای آمریکا پلیس را در حالی که میکوشید گروه کوچکی از معترضین را در خیابان مقابل سفارت از ضرب و شتم حمله کنندگان حفاظت کنند نشان میدهد که از فرمان پلیس برای دور ماندن خودداری کردند.